نمیدانم چه شوری بود، چه غوغا در فضا پیچید، به گلزار وجود من کلام آشنا پیچید. به هر کوچه گذر کردم، ز هر کس میشنیدم من صدای راه آزادی، به کوه و صخره ها پیچید. به گلزار و گلستان تا نظر کردم، گفت رهبر به رخسار وجود گل عجب شور و نوا پیچید. بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام، صبح روز سه‌شنبه تون بخیر باشد انشالله. این بخش برنامه ما در خدمت شما زان هستیم، ما و مصطفی جان، و 22 هود فرا رسیدن سالیاد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری، بر همه شما همتون عزیز تسلیت باشد. و این بخش برنامه را ما اختصاص دادیم به رهبر شهید تا بیشتر اهداف و آرمان های آن استاد شهید را بازخوانی داشته باشیم. و خوشبختانه جناب استاد حبیب الله شریفی در برنامه با ما هست تا بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همچنین کسانی که صدای ما را از طریق رادیو میشنوند. خوشحال هستیم که در یک برنامه دیگر خدمت شما خوبان هستیم. سلامت باشین. خب استاد، در نخست اگر روی ویژگی های شخصیتی استاد شهید اشاره داشته باشین. خب همان گونه که شما اشاره کردین، امروز مصادف است با 22 هود سالیاد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری و جمع از یارانش. بله. و همچنین در ماه مبارک رمضان قرار داریم. بله. اولا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را گرامی می داریم و ثانیاً به روح و روان همه شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا و شهدای مظلوم و گمنام افغانستان، اخستن شهید مزاری که امروز 29 سالیاد شهادت ایشان هست، سلام و درود و تحیت میفرستیم. ما باید در جامعه خود به این مرحله از رشد و شکوفایی رسیده باشیم که شخصیت های بزرگ خود را گرامی داریم و تجلیل کنیم، از اندیشه ها و افکار از اونها یادآوری نماییم که تا نسل امروز و فردای ما با اندیشه بزرگان ما آشنا باشد. شهید مزاری را اگر ما در زندگیش نگاه کنیم، به نحوی فرزند جهاد است. در اول که جهاد افغانستان شروع شد و فعالیت های گوناگون در ولایات مختلف شکل گرفت علیه اشغال اتحاد جماهیر آن روز، بسیاری از بزرگان و رهبران جامعه ما دست به مبارزه و قیام زدن. و یک از اونها شهید عبدالعلی مزاری بود که سهم بسیار والایی در رابطه با جهاد داشته و کسی که از اول جهاد و تا پایان جهاد و پیروزی مجاهدین حضور فعال داشته در جبهات مختلف، جبهات شمال و جنوب و مناطق مرکزی، شهید مزاری بوده. و دومین خصوصیت را که میتونیم در نظر بگیریم در رابطه با شخصیت شهید مزاری، این است که یک زندگی ساده و به آلایش داشته است. خب این یک درس بسیار بزرگ است برای همه مردم، خصوصا برای کسانی که دایدار رهبری هستند و هدایت مردم هستند، که در مرحله نخست باید خودش و در واقع زندگی خود را به گونه تطبیق داده که الگو باشد برای دیگران. که یک از اونها عدم توجه یا به توجهی نسبت به مال و منال دنیوی و زخارف دنیوی هست. این یکی از نکات است که همه یادآوری میکنند. یعنی هر کسی با شهید مزاری آشنایی داشته این مسئله را یادآوری میکند که نسبت به این مسئله خیلی توجه نداشت. سومین ویژگی که میشد در رابطه با شخصیت شهید مزاری یادآوری کرد، مسئله قاطعیت و مصمم بودن هست. خب هر کسی با توجه به تناسب زندگی خود ممکن است که قول و قرارهای داشته باشد و ارتباط با دیگران داشته باشد. حالا فرد عادی در اون حد خودش و یک شخصی که در حد رهبری است هم در حد خودش. و آدم عادی هم قاعدتا به لحاظ اسلامی نباید برخلاف قول خود عمل کند. ولی نسبت به رهبران، نخبگان و برجستگان جامعه، اینها بسیار مهم است که قول را، قرار را، تعهد را میگذارن، باید بزو عمل کنن.
بنابراین این یک دیگر از خصوصیات بود. نکته دیگری که در زندگی شهید مزاری خیلی قابل توجه است، توجه به مسائل فرهنگی است. در زندگی نامه ایشان اگر ما دقت کنیم، از همون اوایلی که همه مردم افغانستان به مبارزه پرداختن علیه ارتش سرخ اون زمان و اتحادیه جماهیر شوروی، یکی از فعالیت های ایشان این بوده کتابخانه تاسیس کنه. یعنی شاید بتوان گفت که از اولین رهبرانی بوده که علاوه بر جنگ نظامی و توجه به بخش نرم افزاری کار کمان، تاسیس کتابخانه و مسئله علم و دانش و اینها باشد هم توجه داشته. یعنی کتابخانه تاسیس کرده قبل از اینکه پایگاه نظامی و عسکری تشکیل بدهد. و نکته دیگر هم که در شخصیت شهید مزاری خیلی قابل توجه است، یک نگاه بسیار بلند نسبت به سطح افغانستان و نسبت به مردم افغانستان داشته. خب در بین شیعیان و هزاران افغانستان اصلا تشکیل حزب وحدت یکی از میراث های شهید مزاری است. خب ما میدانیم که احزاب در اون زمان به چند گروه بودن، حالا معروف بود به گروه هفتگانه و هشتگانه. خب خیلی تلاش کرد که حزب وحدت شکل بگیره تا حداقل احزاب شیعی و هزاره افغانستان رو با هم متحد بسازه. و بعد هم در مراحل بعدی بیشتر صحبت هایشان مسئله وحدت ملی هست. همین جمله معروفشان این است که ما وحدت ملی رو در افغانستان یک اصل میدانیم، که واقعا هم یک اصل باید باشه. اینها مجموعه از ویژگی ها اندیشه شهید مزاری است که ما میتونیم نسبت به شهید مزاری داشته باشیم. بله، حالا جناب استاد برای اینکه بیشتر آشنایی پیدا کنیم، خصوصا برای نسل جوان و نسل امروزی، ضرورت بازخوانی اندیشه آن شهید بزرگوار ضرورت ایجاب میکنه. حالا اگر به آرمان ها و اهدافی که میتونست شهید مزاری داشته باشه بفرمایید و توجه داشته باشه. اهداف شهید مزاری خیلی در این چند سال بعد از شهادتشان بحث و بررسی شده. رسانه ها، تشکل های فرهنگی، نهادهای مردمی در داخل و خارج افغانستان به اون مسئله پرداختن. خب یک کسی که در سطح رهبری است ممکن اهداف گوناگون و مختلفی داشته باشد. مسئله شکلگیری یک حکومت مقتدر و همراه با وحدت ملی یک آرمان هست که شهید مزاری اشاره است روی این که وحدت ملی در افغانستان یک اصل است. همسویی و همدلی و متحد بودن مردم افغانستان و اقوام ساکن در افغانستان، این هم یک آرمان شهید مزاری است که خیلی تلاش میکرد که اقوام افغانستان به هم نزدیک شود. ولی یک هدف و آرمانی که خیلی برجسته است در سخنان شهید مزاری و عمل کرد او، مسئله عدالت خواهی است. و عدالت خواهی به این معنا که یک مسئله فرهنگی و فکری در جامعه افغانستان شکل بگیرد که تمام اقوام افغانستان در مسائل مختلف شریک و دخیل باشد و هیچ کسی نسبت به کسی دیگر احساس برتری نکند. این در جوامع کثیرالملی و کثیرالاقوام یک اصل است. البته این ما اگر تاریخ افغانستان نگاه کنیم، حتی در بین یک قوم هم باز اونجا مظلومین وجود داشته. شما اگر جامعه افغانستان نگاه کنید، به عنوان نمونه فقیرا و مستمندانی هستند که در شرق و غرب و شمال و جنوب و مناطق مرکزی افغانستان وجود داره، ولی از لابلای از اینها یک تعداد افرادی تمام امتیازات مثلا کشور را در زمانهای گذشته و در تاریخ افغانستان به صورت انحصاری در آوردن. یعنی عدالت یک مسئله بسیار اساسی است که اگر تحقق پیدا کند به نفع همه است، به نفع همه مردم افغانستان است. چون عدالت است که جامعه قوام پیدا میکند، چون در سایه عدالت است که مردم به زندگی امیدوار میشوند، در سایه عدالت است که وحدت ملی شکل میگیرد. اگر ما به هر میزان شعار وحدت ملی بدهیم، شعار برابری بدهیم و شعار دوستی و محبت بدهیم، اما عدالت وجود نداشته باشد و عدالت حاکمیت نداشته باشد، هیچ کاری و هیچ سخنی به جایی نمیرسد. لذا تاکید بسیار جدی روی از این مسئله داشت. خب شاید سوال کنید که این حرف از کجا برخاست و چرا مثلا شهید مزاری روی مجمع آرمانهایی که داشت روی این مسئله تاکید میکردند.
دلیلش همین است که ما اگر تاریخ افغانستان را نگاه کنیم، تاریخ حداقل 100 ساله افغانستان را یک ورق بزنیم، میبینیم که همیشه یک مجموعه خاصی در رأس قدرت بوده. حالا به دلایل گوناگون و مختلف که متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که بحرانزا بوده، من در برنامه های قبلی گفتم، حالا هم یادآوری میکنم، متاسفانه عمر حکومت ها در واقع 5 سال و 7 سال و 8 سال و 12 سال. یعنی اگر ما تاریخ افغانستان را همین چند دهه اخیر در نظر بگیریم، خب حدوداً در حدود 7 سال 8 سال کمتر بیشتر، دورانی ترینش دورانش دوران ظاهرشاه هست که در دوران ظاهرشاه هم باز هم یک مقطع هایی بوده که اصلا خود ظاهرشاه در رأس قدرت نبوده، کسان دیگه قدرت را به نحوه داره میکردن. یا در یک دورانش دوران حامد کرزی صاحب هست که هم دوران نسبتا طولانی است، 12 سال هست، ولی بقیه حکومت های عمر کوتاهی داشته. خب این تاریخ افغانستان است که متاسفانه همچون مشکلاتی داشته و شهید مزاریش یک از اهدافش این بود که ما بیاییم به یک جامعه معتدل و جامعه که همه حضور فعال و ششمگیر داشته باشن با او بپردازیم و این به نفع همه هست. و اگر ما بخوایم که افغانستان یک کشور آباد، آزاد، مستقل باشد، این خیلی مفید است. چون وقتی مثلا این است که وقتی همه خود را در یک جای شریک و سهم بداند، به نحو احساس مسئولیت کند، اون وقت خیلی کارا راحت‌تر پیش برده می شود. یعنی همه احساس کند که من اینجا مسئولم و قاعدتا در یک کشور این باشد. یعنی قاعدتا در یک کشور فرد ملت اون کشور و مردم ساکن در اون کشور احساس مسئولیت کند، غرور ملی داشته باشد، به دنبال منافع ملی باشد. بنابراین ما اگر بخوایم جنبندی کنیم، مسئله عدالت خواهی یک از آرمان‌های بزرگ شهید مزاری بود و این عدالت به نفع هم است و به نفع همه ساکنین افغانستان هست و اصولا یک اصل انسانی هم هست، یک اصل اسلامی هم هست. اگر ما به لحاظ انسانی فارغ از دین و مذهب به عدالت نگاه کنیم، هر انسانی را که شما ازش بپرسید که یک آرزوهای شما چیست، میگه در جامعه عدالت باشه، در جهان عدالت باشه و در بین همه انسان ها عدالت باشه. به لحاظ اسلامی اگر نگاه کنیم، آیات مختلفی که در رابطه با اهداف پیامبران و در رابطه با بسیار از مسائل دیگه این است که عدالت برقرار شود، که حالا اگر آیه اشتباه نخونم در ماه مبارک رمضان هم هستیم که مگه ما رسولان فرستادیم، حالا ترجمهش بیشتر بگیم که آیه اشتباه نشود، که اقامه به قسط کنن و مردم به عدل و برابری اقدام کنن. بله جناب استاد، عدالتی که بیشتر یاد کردین، شاید منظورم تعریف منطقی که آورده قرار دادن هر چیز به جای خودش هم عدالت می باشد. خب عدالت معانی گوناگون و مختلفی دارد و تفاوت‌های با مساوات و برابری دارد، ولی ساده‌ترین معنایش همون است که قرار دادن چیزی که جایگاهش باید اونجا باشد. به عنوان مثال اگر کسی در امتحان نمره مثلا 50 میگیره، باید بگه 50 داده شود، و اگر کسی مثلا 100 میگیره، باید بگه 100 داده شود. این عدالت است، نه اینکه ما مساوات در نظر بگیریم که و یک 50 گرفتم 50 بدیم و یک مثلا 100 گرفتم 50 بدیم، این درست نیست. البته خو عدالت یک بحث مفصل و طولانی نیست. ما وقتی عدالت میگیم، عدالت اجتماعی هست، عدالت سیاسی هست، عدالت اداری هست، عدالت آموزشی هست و بسیار از ساحت هایی که در جامعه وجود داره، در همه از اینها قاعدتا باید عدالت باشه و عدالت اجرا شود. خب استاد، در این رابطه هم صحبت داشته باشین از اینکه در رابطه با رازهای ماندگاری یاد و راه شهید، که خوشبختانه هر سال بهتر از سالهای قبلی در هر نقطه هر جهان از این روز تجلیل میشن و گرامی میدارن. بله، خب ساده ترین راز ماندگاری یک اندیشه و یک شخص به دنبال از اون یک شخصیت این است که از بین مردم و از متن مردم خواسته باشد و حرف مردم را به زبان بیاورد. مردم نسبت به خواسته های خود شدیداً حساس هستند. هر کسی بیاید از متن مردم برخیزد، دقیقاً حرف های او را و آرمان های مردم را و اهداف و خواسته های مردم را بیان کند و نسبت به از اون موضع بگیرد، این ماندگار می شود. بنابراین
هر رهبری، هر شخصی در هر جامعه اگر توانست که نماینده اصلی مردم به معنای واقعی باشد، بعد مردم مردم قدردان نیست که در واقع از او تجلیل میکند. نکته دوم هم این است که بر اساس آموزه های اسلامی خصوصا در مسائل عبادی هم بیشتر هست، ولی در مسائل اجتماعی همین مسئله است که یک کس به صورت مخلصانه اقدامی به انجام یک عمل کند، مخلصانه به این معنا که اگر کسی به دنبال شهرت باشد که حالا رهبری مردم را بگیرد که مشهور شود، این به جایی نمیرسد. اگر کسی به دنبال ثروت باشد که متاسفانه از مشکلات جامعه ما همین است که افراد زیادی رهبری مردم را به عهده گرفتن به خاطر اینکه ثروت کسب کنند که اتفاق افتاد دیگه، این هم به جایی نمیرسد. و اگر کسی به دنبال کشمکش و اختلافات و اینکه خودش در قدرت قرار بگیرد، این هم به جایی نمیرسد. چون آدمی یا به دنبال ثروت است متاسفانه، یا به دنبال شهرت است، یا مثل قدرت است. این سه مسئله ای که بسیار از انسان ها را به زمین زدن. البته یک زمان ممکن است که به اون اهداف برسه، قدرت ظاهری پیدا کنه، ثروت پیدا کنه و شهرت پیدا کنه، اما چون از اساس بر اساس اندیشه های اسلامی این موضوع باطل هست و درست نیست، به سرانجام نمیرسد. مثال معروف که بار کج به منزل نمیرسد. خب برداشت ما شاید مزاری این است که نه دنبال ثروت بود، به خاطر که زندگی شخصی شاید مزاری را شما نگاه کنید یک زندگی کاملا ساده و بی‌آلایش، و نه به دنبال قدرت بود، چون در زمانهایی که هم رهبری حزب وحدت را به عهده داشت و دولتی که در اون زمان شکل گرفت، ایشان هیچ کدام منصب رسمی دولتی را قبول نکرد، به عنوان وزیر و نه به عنوان دیگه. به دنبال از این بود که اگر وزیر هم شود یک کسی که شایسته اون کار باشد و به عبارت تخصصی نسبت به اون کار داشته باشد. و به دنبال شهرت هم نبود، چون به حد کافی مشهور شده بود. البته خب این ذات جهان امروز است و ذات علت و معلول است که کسی وقتی پیشگام می شود مشهور هم می شود. و این یک چیز است که خود به خود اتفاق می افته و نمیشه اصلا جلو رو نگرفت که کس رهبر باشه بعد می نه ما مشهور نشویم، گمنام باشیم. ولی یک تفاوت در اینجاست که یک کسی خودش تشنه و به اصطلاح خیلی عجله می کند که به شهرت برسد، ولی یک زمان است که نه، خود به خود در دایره متن و زندگی مردم و دایره توجه مردم قرار می گیرد. اگر این فاکتورها رو ما زندگی خود حذف کنیم و هر کسی که دایره رهبری دارد و هر کسی که در یک جای بانوان دایه دار این هستند که هدایت مردم رو به عهده بگیرد، طبیعتاً اونها ماندگار می شود. خلاصه یکی مردمی بودن، مردمی بودن و از جنس مردم و برای مردم تلاش کند، و یکی دیگر این که با توجه به آموزه های اسلامی و دنبال ثروت و شهرت و قدرت نباشد، این خود به خود در جامعه طرفداران پیدا می کند و از او حمایت می کند. و نکته دیگر همین که مسائل را و موضوعاتی که در یک کشور جاری و ساری است با یک افق بلند و یک افقی که همه را در بر بگیرد به اونها توجه کند. مثلا یک کس اگر رهبری کنه صرفا قوم خود رو مثلا بگوید که نه خوبه یا نه، بعد پایین تر از او بیاید مثلا بگه دوستان و همکاران، بعد از او پایین تر بیاید بگه که فامیل و اقارب، که خیلی دایره محدود کند که فقط خودشو باشد دوستان، خب این در اون جایگاه رهبری نیست و نمیتواند. و ما اگر کسی به دنبال وحدت ملی در افغانستان، به دنبال مصالح اولیای کشور، به دنبال آسایش و رفاه همه مردم افغانستان و به دنبال این که در این سرزمین مردم به عدالت و امنیت و برابری برسد، این یک افق بالایی است. اگر اصلا اگر ما در زندگی بزرگان نگاه کنیم، آنهایی که چی محدود به کشور خودشان هم نیستن، یعنی کلا جهان را تحت پوشش قرار میدهد، اینها آمدن یک مسائل خاص انسانی را مطرح کردن که فراگیر بوده و شامل همه انسان ها میشد. اینقدر افق دید مردم ها متفاوت است و میتواند که ماندگاری خود را تثبیت کند. بله، خیلی تشکر جناب استاد، لطف کردین استفاده کردیم از صحبت های شما. دوستان ما هم اشاره داره که وقت
کاملا به پایان رسید، اما به عنوان جنبندی صحبت بسیار کوتاه در حدود یک دقیقه اگر اشاره بکنین که حالا وظایف ما چه هست در قبال شهید مزاری بعد از گذشتن نزدیک به 3 دهه از شهید مزاری، حالا وظایف ما چه هست؟ خب به صورت کلی باید جنبندی کرد که ما اصولا فرهنگ همپذیری را نسبت به جامعه خود نهاده نبسازیم. هر کسی و هر شخصی در جامعه مانند افغانستان خدمت کرده، اما اگر فرهنگ را نهاده نبسازیم، منصفانه افرادی که خدمت کردن، افرادی که برای استقلال افغانستان جنگیدن، در جهاد افغانستان نقش اساسی داشتن، از اینها را باید گرامی بداریم. و شهید مزاری از جمله کسانی است که همه این خصوصیات را داره و ما باید به دنبال افکار ایشان و آرمان های ایشان که اشاره هم شد، مسئله تشکیل حکومت اسلامی، مسئله وحدت ملی و توجه به مصالح اولیای کشور و همچنین برابری و برادری و دوستی، باید تلاش کنیم. اینها چیزهایی است که به نفع جامعه امروز و فردای ما هست. خیلی شکر جناب استاد، لطف کردین. سلامت باشه.